آقا شیربرقی کنیستر چی هست؟ خرابی اون چه اثری توی کارکرد ماشینمون داره؟ چطور تشخیص بدیم این شیربرقی خرابه؟ امروز قراره در مورد شیربرقی کنیستر مطالب مفیدی و خدمتتون عرض کنیم، پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب خدمت آقایان و خانمای محترم که در کانال با ما همراه هم ویدئوهای ما رو میبینن و با لایک ها و کامنت هاشون به ما انرژی و انگیزه میدن. دوستان قبلا در مورد مخزن بخار بنزین یا همون کنیستر مطالبی و خدمتون ارائه دادیم، ولی جهت یادآوری باید خدمتون عرض کنیم که ماشینتون یک قطعه داره به اسم مخزن بخارات بنزین که اصطلاحاً بهش میگن مخزن کنیستر. کار این مخزن کنیستر چیه؟ بخارات بنزینی که داخل باک ماشین شما تولید میشه میاد از طریق لوله هایی روی این مخزن ذخیره میشه. داخل مخزن کنیستر زغال اکتیف هست. این زغال اکتیف ها قابلیت جذب دارن. بخار بنزین میاد داخل این مخزن ذخیره میشه و زمان استارت زدن ماشین ECU میاد شیربرقی کنیستر رو با یک پالس باز میکنه و این بخارات بنزین وارد منیفول هوای موتور ماشینتون میشن. در از شرکت های سازنده اومدن با یک تیر دو تا نشون زدن. اول اینکه از خروج بخارهای بنزین به محیط زیست جلوگیری کردن، دوم اینکه با ارسال همین بخار منیفول موتور یک راندمانی ازش گرفتن. حالا این شیربرقی که میاد مجرای خروجی بخار بنزین رو به موتور ماشینتون باز میکنه بعضن خراب میشه. خرابی این شیربرقی یک اثراتی روی کارکرد موتور ماشین شما میذاره. در ادامه اثراتی که خرابی شیربرقی کنیستر روی موتور ماشینتون میذاره رو خدمتتون عرض میکنیم. روش تست شیربرقی هم خدمتتون میگیم و توی موتورهای مختلفی که توی مملکتمون استفاده میشه خدمتتون نمایش میداریم. دوستان اولین تأثیری که خرابی شیربرقی کنیستر روی کارکرد موتور ماشین شما میذاره نوسان دور موتور ماشینتونه. اگر شیربرقی کنیستر خراب باشه باعث میشه که منیفول موتور از لوله شیربرقی کنیستر هوا بکشه. هوا کشیدن منیفول باعث میشه که دور موتور ماشینتون بالا بره، یا اصطلاحاً میگن موتور ماشین گاز میخوره. اگر موتور ماشینتون در حالت سلو یا در حالت درجا نوسان دور موتور داشت و عقربه دور موتور ماشینتون یک بازی مختصر داشت، احتمالاً شیربرقی کنیستر ماشینتون خرابه. دومین اثری که خراب بودن شیربرقی در کارکرد موتور ماشین شما میذاره بدروشنی موتور ماشینتون در حالتهای داغه. اگر موتور ماشینتون بعد از اینکه یکی دو ساعت کار کرده و داغ شده بعد روشنی داشت، یعنی شما موتور ماشینتو خاموش کردی اومدی مجدداً استارت بزنی دیدی باید دو سه بار استارت بزنی تا موتور ماشین روشن بشه، این یکی از علامتهای خراب بودن شیربرقی کنیستره. باید شیربرقی رو باز کنی و تست کنی که ببینی سالمه یا نه. دوستان سومین تأثیری که خراب بودن شیربرقی کنیستر روی کارکرد موتور ماشینتون میذاره بوی بنزین توی اتاق ماشینتونه. خصوصا شب تا صبح که ماشین توی پارکینگ، صبح که میای شما بسم الله ماشین رو استارت بزنی میشینی توی ماشین میبینی که بوی بنزین از توی اتاق ماشینت میاد. اگر بوی بنزین داخل اتاق ماشینت اومد احتمالا شیربرقی کنیستر خرابه، دائم باز مونده و این بخارات بنزین وارد اتاق ماشینتون شده. یک نکته هم خدمتتون عرض کنم، توی 405 ها و پژو پارس یا سمنت های زیر مدل 86 و 87 سیستم ساجم یا ولوه S2000 دارن شیربرقی کنیستر وجود نداره. بعد از مدل 87 توی اکثر ماشین ها از شیربرقی کنیستر استفاده شد. حالا ممکنه شما عزیزان بپرسید آقا این شیربرقی کنیستر رو ما چطور میتونیم تست کنیم؟ باید شیربرقی رو باز کنید، لوله های ورودی و خروجی اون رو بکشید بیرون و داخل شیربرقی رو فوت کنید.
اگر فوت کردی داخل شیربرقی و هوا ازش رد شد، اون شیربرقی خرابه. ولی اگر فوت کردید و دیدید هوا ازش خارج نمیشه، شیربرقی کنیسترتون سالمه و ممکنه نوسانات دور موتوری که شما دارید از خرابی لوله ها یا خود مخزن کنیستر یا بست های مربوط به اون باشه. در ادامه بریم روی ماشین محل قرارگیری شیربرقی کنیستر رو خدمتون عرض کنم. توی موتورهای تیو 5 خب شیربرقی کنیستر، ملاحظه بفرمایید، این لوله شیربرقی کنیستره، میاد میره اون پایین و اونم شیربرقیه. این قطعی که میبینید توی پراید محل قرارگیری شیربرقی کنیستر اینه، این شیربرقی، اینم مخزن کنیستر. دوستان شیربرقی کنیستر توی موتورهای XU7 پژو 405، این لوله رو ببینید، روی دریچه گاز موتورهای XU7 405 دو تا لوله وجود داره که یکیش لوله بخار روغنه، با این کاری نداریم. لوله دوم اینه، این لوله میاد روی یک قطعه اینجا به اسم شیربرقی کنیستر. این پس توی موتورهای XU7 بعد از مدل 86 و 87، پس اگر دریچه گاز ماشینتون یک ایتور لوله ای داشت، اون ماشین شیربرقی کنیستر داره. بعضا توی بعضی از مدل های 405 اومدن اینو خود شرکت کور کرده و روی این سوکت یه دونه به اصطلاح مقاومت گذاشته، در از شبیه ساز شیربرقی کنیستره که توی ECU خطا ثبت نشه. حالا شاید بپرسید مخزن کنیسترش کجاست؟ اگر این لوله رو پیگیری کنید، حالا نگاه کنید ببینید کجا میره، به قول خارجی ها فالوش کنید، میبینید که میاد توی گلگیر سمت راننده، اینجا رو میبینید یه خورده برآمدگی داره پشت سپر. این محل قرارگیری مخزن کنیستره توی ماشین های 405 پارس و سمند اینجا قرار داره. توی تیبا، کویک، ساینا یا موتورهای کویک اس این دریچه گاز برقی رو دیدید؟ توی کویک های اس اگر بخواید راحت شیربرقی رو باز کنید، باید با آچار بوکس 10 این مهره رو باز کنید، این یکی، این دوتا، این سه تا، این چهار تا، این چهار تا مهره رو باز میکنید، دریچه گاز برقی رو آروم میذارید کنار، زیر دریچه گاز میشه شیربرقی کنیسترتون. ما گوشی آوردیم اون پایین که شما بتونید درست ببینید ولی در از کجاست. حالا ما آروم آروم دستمون میارم بالا که شما خوب پیداش کنید، اینجا، این زیر. خیلی از عزیزان از ما میپرسن که محل قرارگیری مخزن کنیستر توی کویک، تیبا، ساینا کجاست. پشت سپر سمت راننده اینجا رو ببینید، اینجا قرار داره، پشت پروژکتورهای سمت راننده. این شلگی رو باید باز کنید، اینجا محل قرارگیری مخزن کنیستره. قبلا در موردش ویدیو گذاشتیم، حتی با هم تعویض کردیم که توی چنل اون ویدیو رو هم میتونید ببینید. آخر همین ویدیو هم به اصطلاح تامنیلش رو میذارم، میتونید کلیک کنید و اون ویدیو رو هم ببینید. تمام سعی و تلاشمون اینه که برای شما مفید واقع بشیم، پس لطفاً کانال رو ساب کنید و اگر مطالب براتون مفیده لایک کنید و بفرستید برای دوستان. ان شاءالله هیچ وقت توی راه نمونید. دمتون گرم.